گر سینه شود تنگ خدا با ما هست گر پای شود لنگ خدا با ما هست دل را به حریم عشق بسپار و برو فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست عرض سلام و ادب و احترام خدمت شاگردای عزیز سنف هشتم به درس زبان و ادبیات دری از مکتب خادی خوش آمدید دوستان به جلسه ششم رسیدیم جلسه ششم ما تحت عنوان تعلیم و تربیت و نقش آن در زندگی است در بخش اول در این مورد در خدمت شما هستیم و در قسمت دوم در حوزه دستور زبان میپردازیم به ریشه یا بون دو دوستان عزیز و قند قبل از اینکه وارد جلسه جدید شویم سامانه و کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید ۲ و و چیل، سیزه ای کانال ارتباطی ما با شما برای هر گونه پیشنهاد هر گونه نظر و هر گونه آرای شما عزیزان خواهد بود دوستان عزیز قبل از اینکه وارد جلسه شویم کار خانگی جلسه قبل را حل میکنیم خب های عزیز در جلسه قبل یک کار خانگی برایتان دادیم گفتیم که در عبارتهای زیر زمیرهای مشترک را مشخص کنید زمیرهای مشترک زمیرها چند گونه بود دوستان؟ زمیرها یا زمیرهای جدا بود یا زمیرهای متصل بود و یا هم زمیرهای مشترک بود زمیر گفتیم یک کلمه ای است که جانشین می شود و هدف از آوردن زمیر چیست دوستان؟ ای که جلوگیری کند از تکرار اسم که باعث نازیبایی در جمله و ساختار جمله می شود خب زمینهای های مشترک گفتیم صرف نظر از ای که در واقع برای مفرد می آید یا برای جمع می آید برای تمامی اشخاص به صورت مشترک است چه در واقع شخص اول باشد چه شخص دوم باشد چه شخص سوم باشد حال چه مفرد باشد و چه جمع باشد برای همه اشخاص در همه مفردات و جمع ها به طور یکسان و مشترک می آید خب جملات چی می گفتند؟ اینجا بود که خشتن را شناختیم زمیر مشترک ما در این جمله دوستان خشتن است خشتن زمیر مشترک ماست وزیر خش را به دربار رسان وزیر خش را به دربار رسان کلمه خش باز هم می زمیر مشترک و در جمله سوم ما خود را بالاتر از دیگران نمیدانیم خب در این عبارت نیز دوستان میبینیم که کلمه خود میشود زمیر مشترک ما و سه کلمه هستند که در دنان زمایر مشترک از او یاد میشدن یا کلمه در واقع خشتن بود یا خش بود و یا هم خود بود خود و خش و خشتن میشود زمیرهای مشترک ما در ساختار زبان و ادبیات دری خب شاگردهای های عزیز وارد بخش اول شویم که در مورد نقش تعلیم و تربیت در زندگی روزمره ما میخواهیم توضیحات خدمت شما دوستان ارائه کنیم میبینیم که یکی از مقولاتی که هم در کشور عزیزمان افغانستان و هم در دین مبین اسلام همواره مورد توجه بوده علم و دانش اندوزی می باشه یکی از نکاتی که در واقع در سخن پیامبر هم بارها و بارها تکرار شده گفته که از در واقع از لحظه تولد تا لحظه مرگ همواره در حال فراگیری علم و دانش باشید زگهواره تا گور دانش بجوی این سخن سخن مبارک پیامبر مکرم اسلام است حال میبینیم که تعلیم و تربیت چند اثر چند پیامد در زندگی روزمره ما دارد که آثار میتواند یا آثار فردی باشد یا آثار جمعی باشد دوستان در مرحله اول چی شد؟ مهمترین دشمن ما جهل و نادانی است هر زمانی که جهل و نادانی را توانستید شکست بدهید بر مابقی دشمنان نیز میتوانید فایق آیید حالی در مورد گزینه دوم پیامد دوم و نتیجه دوم تعلیم و تربیت در زندگی ما چیست دوستان زمانت سعادت بشری است همه ما انسان در زندگی دنیوی و زندگی اخروی به دنبال چی هستیم به دنبال ای هستیم که سعادتمند شویم خوشبخت شویم خوشبختی و سعادتمندی در واسطه و در گروه چیست در گروه علم است هر زمانی که کسانی که دین در مراتب بالا در مدارج عالیه دست پیدا کردن به واسطه زحمت و تلاش بودند که در حوزه تعلیم و تربیت کشیدن مورد بعدی تقویت قدرت خلاقیت است یکی از چیزهایی که باعث می شود که خلاقیت یک امر ذهنی، یک امر درونی در وجود همه ما انسان ها است و او شکوفا شود علم و دانش است. ما امروزه میبینیم که دوستان در واقع موتورهای خورشیدی ساخته می شود. بجای موتورهایی که از در واقع چی؟ از بنزین در واقع استفاده بکنه، این موتورهای خورشیدی که ساخته میشه نتیجه خلاقیت انسان هاست. هوش مصنوعی یک از مقولاتی است که امروزه بسیار بسیار فراگیر شده در حوزه های چهره پردازی در حوزه تغییر صدا در حوزه راه رفتن و در حوزه حتی در واقع بقای نسل انسان میتواند اثرگذار باشد این هوش مصنوعی نتیجه است؟ نتیجه خلاقیت بشری است یکی از موارد دیگری که میتواند در حوزه تعلیم و تربیت جای بگیرد این است که انسان ها وقتی که علم را می هر وقتی که در واقع دانش را کسب میکند چه در حوزه وزارت معارف باشد چه در حوزه تحصیلات عالیه باشد کسانی هستند که نسبت به سرنوشت کشور خود بسیار حساس هستند و خود را متعهد میکنند که سرنوشت کشور ما برای ما اهمیت دارد ما برای سعادت خود و کشور و جامعه ما به دنبالی هستیم که چیکار کنیم دوستان به دنبالی هستیم که زمانت کنیم به دنبالی هستیم که متحد شویم در سرنوشت کشور خودمان توسعه کشور بسیار از کشورهای پیشرفته امروز که میبینید در قاره آسیا هستن یا در قاره امریکا هستن یا در قاره امریکا هستن کشورهایی هستن که همواره از علم و فناوری و اطلاعات برخوردار بودن این توسعه کشورها این پیشرفته شدن این کشورها به واسطه همین علم و نوآوری در حوزه در واقع تعلیم و تربیت است خب شاگردای عزیز میرسیم به بخش دوم قواعد دستوری میخوایم در مورد قاعده دستوری که تحت عنوان بون فعل یا ریشه فعل هست برایتان توضیحاتی ارائه کنیم خب اولا تعریف میکنیم میگوییم که ریشه فعل چیست و کلمه گفته میشود که شناسه ها به آنها میچسبند پس در واقع در حوزه فعل اگه یادتون باشد ما گفتیم دو جز داریم یک جز ثابت است یک جز متغیر است جز اگر ثابت باشد می شود شناسه یا بون فعل و اگر متغیر باشد می شود شناسه حال شناسه ها در واقع می آید چیکار میکنه شناسه ها در بون فعل می چسبد هر وقت شما دیدید که در واقع یک عبارت خاصی آمد به شناسه فعل چسبید او می شود در واقع چی دوستان می شود ریشه یا بونفعت. مالند اگر بخوایم توضیح دهیم دوستان بر روی اسلاید بیایید میگوییم که رفتن از مصدر رفتن وقتی میخواهیم بسازیم ما در واقع فیل میسازیم. خب میر... ام خود روم، روم من میروم. من میروم در واقع یک چیست روم خودش یک فعل است. حال کجا این فعل میتواند بون ما باشد شناسه ما باشد؟ قسمت رو یا رو که در واقع می شود چی دوستان این قسمت میشود بون فعل ما یا ریشه فل ما در خوردند خوردن نگاه کنید دوستان خوردن قسمت خوردش می شود. در واقع ریشه فعل ما قسمت اندش میشود شود شناسه ما پس نگاه کنید خورد علاوه شده به اند جمع شده خوردند پس در واقع ترکیب یافته خود فعل از بون فعل و شناسه فعل خب حالی میخوایم در مورد انواع ریشه فعل یا بن فعل توضیح دهیم ما دو نوع فعل داریم دوستان دو نوع ریشه فعل داریم خب ریشه شماره یک را که تحت و عنوان سیغه امر از او یاد میکنیم چرا سیغه امر یاد میکنیم؟ چون اگر خاطرتان باشد در جلسات قبل براتان توضیح دادیم که ما برخی از بونها رو بر مبنای چی میسازیم؟ بر مبنای امری کردن و دستوری کردن او کلمه خب میگوییم که بن از مستر ساختن میشود برای ساختن سیغه امر شکار میکنیم ابتدا او مستر را امر میکنیم سپس ب را از ابتدای مستر ساخته شده حذف میکنیم به طور مثال نگاه کنیم دوستان ما یک مستر داریم به نام خوردن یک مستر داریم به نام بردن یک مستر به نام نوشتن یک مستر به نام دیدن ی کلماتی که انتهایش حرف نون دارد شود مستر شبیه دفعل هست دوستان مثل فعل هست ولی فعل نیست چرا؟ چون شناسه ندارد انتهای همین کلماتی که شبیه فعله یا شبه فعله بعدشون میگویند در واقع نون مستری دارد به اون میگویند مستر حالی مسترها رو امری میکنیم. امر به خوردن بخور امر به بردن ببر امر بنوشتن بنویس و امر به دیدن میشود ببین نگاه کنید دوستان این شد امری حالی گفتیم که در ادامه برای ساختن بن که همون سیغه امر ما باشه چیکار میکردیم حرف ب را از ابتدای آن میانداختیم خب اگر اگر از خوردن دوستان نگاه کنید اگر از خوردن حرف ب را باندازیم چه میشود میشود خور اگر از بردن حرف ب را بندازیم چه میشود میشود بر از نوشتن دوستان که بنویس هست میشود نویس و از دیدن که ببین میگوییم بهش را بندازی به میشود بین این کلمات جدیدی که ساخته میشود دوستان حال از این ریشه شماره یک که تحت عنوان سیغه امر از او یاد کردیم در کجا میشه استفاده کرد؟ خب نحوه استفاده او برمیگرده در ساختن فعل مضارع برای ساختن فعل مضارع که خاطرتان باشد از این نوع در واقع بون استفاده میکنیم حالا وارد نوع دوم شویم ریشه شماره دو ریشه شماره دو که تحت عنوان سیغه مازی از او یاد شود. در واقع این نوع ریشه نیست از مستر می میشود حرف نون مستری را در پایان کلمه چکار میکنیم دوستان در پایان کلمه حرف نون مستری را از انتهایش میاندازیم به طور مثال نگاه کنید دوستان باز هم گفتیم که کلمه بون حال فرق نمی کند در واقع بون شماره یک باشد بون شماره دو باشد بن سیغه امر باشد بن فعل ماضی باشد فرق نمی کند هر نو که باشد از مستر ساخته می شود خب مستر کدام بود دوستان؟ کلمه ای که شبیه فعل است در انتهایش نون مستری دارد خوردن، بردن، نوشتن، دیدن این کلمات مستر بود حالا می خواهیم چی بسازیم؟ سیغه مازی بسازیم برای ساختن سیغه ماضی نون را از انتهای کلمه می اندازیم خب در خوردن نون را می اندازیم دوستان می شود خور. در بردن می اندازی می شود برد در نوشتن می میشود می شود نوشت و در دیدن می شود دید نگاه کنید دوستان کلمات خرد و برد و نوشت و دید می شود بون مازی ما یا سیغه مازی ما خب این کاربردش کجاست؟ در واقع سیغه مازی برای ساختن فعل مازی و فعل مستقبل یا آینده از این سیغه استفاده میشد معمولا سیغه سوم شخص فعل مازی همان ریشه فعل است پس یعنی چی یعنی به عبارت دیگه اگه نگاه کنیم در شخص سوم مفرد در حوزه صرف فعل مازی یا حتی مستقبل وقتی میخواهیم بسازیم ما دیگه اونجا شناسه نداریم شناسه حذف میشد در اصطلادهای بعدی توضیحات بیشتر خطاب شما میدهیم دوستان اسلاید رو دوستان نگاه کنید حال میخوایم همه در واقع ریشه های شماره یک و ریشه شماره دو را براتون چکار کنیم دوستان صرف کنیم خب میگوییم که در واقع ما دو نو چیز داریم دوستان دو نو در حوزه اشخاص دو نو داریم یا مفرد داریم و یا هم جمع داریم اشخاص ما یا مفرد است و یا هم جمع حال به یک تعبیر یک تقسیم بندی دیگر خب این شخص یا شخص اول است یا شخص دوم است و یا هم شخص سوم است که می تواند برای مفرد و جمع به صورت جداگانه بیاید ریشه شماره یک همو سیغه امر بود از در واقع رفتن از مستر رفتن آمدیم سیغه رو ساختیم شد رو خب حال می صرف کنیم چی می شد؟ می روم می روی می, 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 می نگاه کنید دوستان صرف را در بر روی نگاه کنید وقتی که ما صرف میکنیم در حوزه ساختن در واقع او سیغه می آید در حوزه ساختن در کلمات قرار می گیرد می روی نگاه کنیم وقتی زمان را مشخص می کنیم زمان چی زمان مزاره است در واقع آمده یک می که نشانه مزاره است جمع شده با چی با سیغه امر جمع شده در انتهای سیغه امر برای هر کدام از این اشخاص یک شناسه جداگانه تعریف شده است خب حال وارد ریشه شماره دو شویم که در واقع همون چی بود دو سان فعل مازی ما بود که در واقع سیغه ماضی هم از او یاد میکردیم باز هم مثل مورد قبلی اسلاید قبلی دو سان. رفتم رفتی رفت رفتیم رفتید رفتند یکا کنید دو سان. رفتم رفتی رفت رفتیم رفتید رفتند این میشه در واقع چی دو این میشه باید صرف فعل ماضی ما خب میبینیم که رفتن به کدام زمان اشاره دارد در زمان گذشته اشاره زمانی که در واقع حالی نیست و قبلا تمام شده و این عمل در زمان گذشته در پایان رسیده است رفت که میشود در واقع چی دوستان همون سیغه مازی ما بون مازی ما جمع شده با چی؟ با شناسه هایی که برای هر کدام از اشخاص جداگانه ذکر شده است خب میرسیم دوستان در کار خانگی کار خانگی جلسه آینده شما در عبارت های زیر نوع ریشه فعل را مشخص کنید حسنیه شربت را نوشید اهالی محل در مسجد نماز میخوانند و شاگردان ما سال بعد به سنف نهم خواهند رفت بله دوستان در این سه جمله برای ما مشخص کنید که ریشه فعل از نوع ریشه شماره یک است یا از نوع ریشه شماره دو است یا در عبارت دیگر در واقع می توانیم بگویم که این ریشه فعل ما ریشه سیغه امر است یا ریشه سیغه مازی است این را برای ما در جلسه بعد دو سال مشخص کنید خب گرامیان و عزیزان شاگردان دلبند در پایان جلسه امروز رسیدیم کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید دو سیف نو سد و شست چیل ارتباطی ما با شما عزیزان است ما نباشید در پایان جلسه رسیدیم خدا نگهدارتان